سلام دوستان، خب تو اینجا میخواییم در خصوص تابع لوکاپ با همدیگه صحبت کنیم. تابع لوکاپ در واقع یک مقدار رو میره توی یک حالا آرایه یا یک رنجی میگرده، پیدا میکنه و هم عرض اون، هم عرض یعنی توی یک سطر از اون توی یک رنج دیگر رو برمیگردونه مقدارش رو. خب این یعنی این که من وقتی که یک جای دیگه ای داشته باشم، یک مقداری رو وارد بکنم، میتونم داده های هم عرض اون تو یک سطر رو برگردونم. حالا میتونه اونجا توسط اون مقدار، توسط یوزر، توسط کاربر وارد بشه، یا یک جای دیگه، یه تیبل دیگه، یه جدول دیگه ای دارم میسازم و این مقادیر وجود داره و میخوام مقادیر دیگه‌اش رو، هم عرضش رو بیارم. مثلا الان من اینجا یک جدولی دارم که اسم و اسم خانوادگی و سن و تخصص اشخاص نوشته شده. حالا میخوام وقتی که اسم کوچیک اون شخص رو وارد میکنم، اسم خانوادگی، سنش و تخصص اون هم مربوط به اون هم بیاد. خب اینجا کافیه که بنویسم مساوی لوکاپ، بعد بیام ورودی های اون رو وارد کنم. بذارین اینجا قسمت فانکشنش رو باز کنیم که بتونیم بهتر ورودی هاش رو ببینیم. وقتی یه قسمت فانکشنش رو میذاریم، میبینیم که دو تا گزینه واسه ما میاره، یه دونه لوکاپ عادی هستش، یه دونه هم به صورت آرایه هستش. حالا آرایه ای رو ما کار نمی کنیم، به صورت عادی رو کار میکنیم. در اینجا وقتی که اولی رو اوکی کنین، میبینین که سه تا ورودی از شما میخوادش. میگه اولی من چه مقداری رو باید دنبالش بگردم، اون مقداری هست که کاربر داره وارد میکنه یا اونجایی که هستیم میخواییم بر اساس اون هم ارزش رو، اطلاعاتش رو بیارین انتخاب میکنین. پس باید اکسل بره دنبال این مقدار بگرده. کجا دنبال این مقدار بگرده؟ میتونین اون رنجی که بعد اون جستجو رو انجام بده، که الان اینجا واسه ما رنج جستجو این قسمت هست، رو انتخاب بکنین. میتونین کل ستون رو انتخاب بکنین و بعد بیاد رزالت وکتور، یعنی این که من وقتی این رو پیدا کردم توی این لوکاپ وکتورم، توی این رنجی که دنبالش میگشتم، بر اساس کدام رنج باید مقدار رو برگردونم. چون من الان نام خانوادگی میخوام، رنج نهایی من یا رنج هدف من این قسمت هست. باید توجه کنیم که این دوتا بازه، این دوتا رنج باید برابر باشن. یعنی اگر من A2 تا A7 دارم، یه ستون دیگه هم از 2 تا 7 باشه، تعدادش باید برابر باشه. خب وقتی که اوکی رو بزنین، میبینین که در واقع مقدار هم عرض یاسی رو اینجا که کاووسی هستش، اسم خانوادگی میاره. خب حالا من میخوام واسه ایج، یعنی سن و اسپشیالیتی، هم این قضیه رو بنویسم. فقط کافیه که بیام این فرمول رو کپی پیست کنم، بر فرض مثال بذارم اینجا، یه مساوی زیاده، و بعد بیام در واقع رنج یا بازه ریزالت خودم رو تغییر بدم، یه دونه شیفت بدم، یا اینکه حالا مثلا اینا رو فیکس کنم بر اساس دلار، مطلقشون کنم، قسمت مقداری که باید بگرده و مقدار بازه جستجوی خودم رو فیکس کنم و بعد یه دونه درگ کنم اینجا که بتونه اسپشیالیتی اون رو هم بیاره. حالا دوستان، تابع لوکاپ یه مشکلی داره و اونم هستش که توی الگوریتمی که نوشتن، وقتی که مثلا داده مشابه، خیلی مشابه هم باشه، مثلا ناکن اینجا آرمین و آرش خیلی مشابه هم هستن، ممکنه به مشکل برخوره. به خاطر همین پیشنهاد میشه که کمتر از تابع لوکاپ استفاده کنین. حد اکثر مثلا سعی بشه که از تابع وی لوکاپ یا مچ ایندکس یا آفست مثلا استفاده کنیم، آفست و مچ استفاده بکنیم، که اینا رو توی ویدیوهای بعدی توضیح میدیم. حالا بیایم نگاه کنیم، مثلا من اگه اینجا آرمین بزنم، خیلی خوب میاد پیدا میکنه که کشاورزی بوده، سی و دیتا آنالایز مثلا اسپشیالیتیش. ولی اگر آرش بزنم، اینجا میبینیم که NA به من برمیگردونه، در صورتی که من اینجا آرش دارم. پس این ضعف تو خود الگوریتم لوکاپ وجود داره و به خاطر این پیشنهاد میشه که زیاد از تابع لوکاپ استفاده نکنین، ممکنه به خطا مواجه بشین، با خطا مواجه بشین. خب ممنونم از توجهی که داشتین، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام یا که LTD مراجعه بکنید.